یه نقطه دیگه راجع به میسوای صدقا که خیلی جالبه، از قول ربی یعقوب نینیو، ربی اگه یادتون باشه اسمش رو من قبلا گفتم، امت یعقوب سفر نوشته شلوت دوشو بود همچنین کهیلت یعقوب، ربی شلتیل یعقوب شلتیل نینیو، اون میاره میگه اینطوری، میگه چرا ما برای صدقه که میدیم برای کسی که خدای نکرده مریضه، یا برای کسی که چیزی گم کرده، یا هر گرفتاری دیگه تو زندگی یه نفر شیدوخش رو سخت پیدا میکنه و میگیم همیشه ربی میر بلهنس، چرا صدقه میدیم؟ لخبود صدقت ربی میر بلهنس. این موضوع ربی میر بلهنس چیه؟ رب داره به پاراشای این هفته که هم راجع به صدقاست و هم پاسوک مهم بانیم اتم لحشه ملوکه مرخه خومنون نوشته که میدونید راجع به این پاسوک میگه الشخ حکادوش میگه این بانیم اتم یه موضوع کلی نیست که همه شماها بانیم اتم، نه میگه هر فرد، الشخ حکادوش میگه هر یهودی نامیده شده بن لحکادوش باروخو بانیم جمع بسته تورا، ولی هر یکی به یکی میگه منظورشه تورا، شیخ حکادوش نمیگه. پس خیلی جدی باید گرفتش و هر کسی بنه، که چیزی که برشم تو هم 200 سال بعدش به ما این موضوع رو میگه که هر کسی مثل بنیاخید هشمه. ببینیم موضوع صداقا چه ربطی داره به بانیم، چه ربطی هست بین این پاسوک مهم که در پاراشا این هفته نوشته و موضوع صداقا که اینقدر ما میبین در این پاراشا راجبه صحبت میکنه، ناتو تینتلو ولو یراده باب خواب بتید خالو پا تو اختیف تخیت یاد خوا افتیک فوتست یاد خوا، دست تو نبند، دست تو باز بکن، با دل و جون پولو بده، کمک بکن، صداقا بده، این لطف خسادین بکن. چرا قبل هستی تو را راجبه صداقا که تو این پاراشا حرف میزنه؟ تو همین پاراشا هم بیاد راجب بانیم بگه، و اونم که ما گفتیم ماه الول، و ماه الول هستش که ما خیلی احتیاج به کمک داریم از هشم، که هشم میخوایم ما رحم بکنه، و تو سلی خودم که به ذات هشم شروع میکنیم میگیم الها دمیر انینو، که این چیزی که ربی خیم پلجی میگادم بگی، نگه ربی میر، بگی الها دمیر، بسی که سوال مهرشاست که چطور ربی میر تو معجزه‌ای که دیگه مارای عبادازاران بشه میخواسته برای اون نگهبانه بشه، میگه بهش بگو الهاد میر. ما میدونیم یک کلاله که هشم اسمش رو نمیذاره، ما تازگی اینو موضوع رو راجبش صحبت کردیم، این حکادش با روخو میخد شمو رو صدیکی می که زنده هستن، چرا؟ چون که معلوم نیست آخرش چی بشه، این طرف هشم اسمش رو نمیذاره، پس چرا اینجا برای بیاد میگه الهاد میر، یعنی الهای من؟ مهرشا میگه منظورش به خورشیده، که الهای خورشیدی که میتابونه، درست؟ ولی ربی خیم پلجی میگه بگو الهاد میر، نگفته الهاد بگو نگو ربی میر، گفتیم بگو الهاد میر، یعنی منظورش به خودش نباشه، ربی میر، درسته؟ بس مورای به ربوتایی، ما چه ربطی هست بین ربی میر و موضوع صداقه و موضوع بانی؟ جوابش رو شاید خیلی دیگه بدونید، براتون من دو تا موضوع میارم اینجا. یکی این که چرا برای کسی که مریضه، خیلی گسسه، یعنی خیلی وضعش تو وضع جالبی نیست، گسس یعنی کسی که لحظات آخره، مخصوصا نوشته اون موقع آدم از زخوت ربی میر استفاده بکنه، به خاطر این که ما یک کلر داریم توی گمارا که روو گسسیم نمیتا، یعنی اکثر آدمایی که گسس هستن، که لحظات آخر هستن، خوابیدن، دارن نفسهای آخر رو میکشن، خدایی نکرده لعالین و برمینان، روو اکثریتشون فوت میکنن. یعنی یه نفر که پر یه آدمی بود که اینطوری بود، بعد اومد یه شهر دیگه، فامیلاش اونجا بودن، میپرسن میگن فامیل ما رو دیدی؟ میتونه بهشون بگه که فوت کرده، تا حدی که ندیده فوت کرده، یه لحظاتی بوده، گسس بوده، در لحظات آخر زندگیش بوده، ولی که ما را میگه روب اکثریت به احتمال قوی این فوت کرده، روب یعنی هلاخه دستید روب. یه نفره، یکی از خخامین که میگه نه، شاید هنوز فوت نکرده، یعنی میگه شما درست میگیم که بیشتر 99% که گسسا فوت میکنن، ولی 1% که فوت ممکنه نکنه، یه مرتبه یه دوایی بیان بهش بدن، یکی اونجا وایس تفیلا بخونه از ته قلب و سال این مرتبه حالش خوب بشه، پس نمیتونی بیای بگی طرف مرده. به این میگن میوت، و ربی میر تنها کسیه که میگه خوشش به میوت، یه مارا میگه تنها کسیه که خوشش یعنی این که میترسه، نمیگم یعنی میگیم خخامی ما ترسو نبودن، موقعی میگیم میترسه یعنی این که اهمیت میده به اون
یک درصد، میگه یک درصد امکانش از زنده است، پس نه یا بگو مرده. پس به خاطر همینه که زخوت اونو برانگیخته میکنی موقعی که داره یه نفر گسسه، میگی الهاد میر صداقا میدیم بسه ربی میر، چون که ربی میر میگه، میگه میوت، میگه تو طلاخا ما اهمیت میدیم به اون یک درصد، پس میگه ربی میر به زخوت ربی میر که اهمیت میده، پس این یک درصد چانس داره که زنده بمونه، صداقا میدیم به زخوت ربی میر. یه پیروش، یه پیروش که رب داره به صداقا رو بگیم. ربی میر تو گمارای کیدوشین ما میدونیم مخروفه میاره بین ربی میر به ربی یهودا، درست که گمارا اونجا میگه بانی متم لشم رو کخم و پاسوکو میاره و ربی یهودا میگه چه موقعی بانی متم؟ موقعی که راتسون هشما انجام میدین. ولی موقعی که راتسون هشما انجام نمیدیم به شما نمیشه گفت عم اسرائیل بانی. برای ربی میر چهار تا پاسوک میاره از تنخ که بانی مشقیتی این زرم میره، این ما تو خزان ایشایا خوندیم، تازگی توی هفتاره ها میخونیم، خوندیم چند تا از هفتاره پاسوک هایی که میاره رو نوشته که تا حتا باقی هم که بت پرستی میکنن، تا حتا باقی هم که هر کاری بکنن، هنوز تورا بهشون میگه بانی. و ربی میر میگه بانی بنکخ و بنکخ، یعنی چه خواسته هشم انجام میدن چه نمیدن، میگه همیشه هم اسرائیل بانی هشم نام میده شدن. این یه موضوع. بیایم الان یه موضوع دیگه که تو گمارا میاره که اپوت روپوس هاراشا، یه پادشاه رومی راشا میاد از ربی عکیما میپرسه، میگه شما یعنی چه اینقدر میگین صداقا صداقا صداقا، کمک میکنید، قضا میدین، کمک به آدما، میگه شما دارین کار بدی میکنید. میگه چرا؟ میگه چون که هشم خواسته این طرف فقیر باشه، بدبخت باشه، تو میبش کمک میکنی، داری مخالف هشم میری. این بعد از اینکه ربی عکیما بهش میگه اینطوری ما گن ادن میگیریم، ما سخر میگیریم، بهش میگه اپوتروپوس میگه نه گن ادن که نمیگیری، چی تا حتا مجازات هم میشین، چرا این کارو میکنی؟ و بهش مثال میزنه، اون پادشاه میگه مثل کسی که یکی از برده هاشو که زد شورش کرده، یکی از وزیراشو اینا رو میندازه توی زندان و که اونجا بپوسه و این نفر میره به این کمک میکنه، به این قضا میده، داره این مخالف خواسته یه پادشاه میره. بهش میگه ربی عکیما اشتباه میکنی، اشتباه میکنی، این مثال تو اشتباس، یه مثل پادشاهی میمونی که پسرشو زندانی کرده، پسرش زندانی کرده، پسرش کار بدی کرده و تو زنان تو انداختش توی گودالی، توی چاله، توی زندان، و یه نفر میره بهش قضا میده. میگه اون کسی که میره بهش قضا میده تازه خوشحال میشه، چون که پسرش میخواد زنده بمونه، واقعا نمیخواد پسرش که بمیره و میخواد به پسرش کمک میکنه. بعد بهش میگه اپوتروپوس، بهش میگه این اپوتروپوس اسپاسیانوس هم چیزایی، اسپاسیانوس بود، نه اپوتروپوس، خلاصه بهش میگه شمر شاین بیرکف هرچی بوده اسمش، و بهش میگه، میگن ولی شما الان تو گالوت چی هستین؟ به شما که نمیگیم، بهش میگیم بانیم، شما بن نیستین، شما که بن حساب نمیشین، تا الان شما تو گالوت هستین، موقعی تو گالوتین یعنی که هشم از شما ناراضیه به خاطر اینکه به تنقداشتون رو نساخته، انداختتون توی گالوت، پس به شما نمیشه گفت بانیم الان. جوابش چیه؟ ربی میر، ربی میر میگه بیکخ و بیکخ بانیم هستیم، یعنی ما میسوای صداقا را میکنیم و میسوا میکنیم به شرطی که بانیم باشیم، مطابق این بحثی که بین ربی عکیوا و این پادشاه راشای رومی بوده، درست؟ پس مطابق این بحث موقعی ما میسوا میکنیم با دادن صداقا تورنوس رفوس، من گفتم تورنوس رفوس هراشا، که تورنوس رفوس اینم که مارای بابا بطرا میره بایده به دف یود عمود آلف، که مطابق تورنوس رفوس هراشا ما موقعی میسوا میکنیم که بانیم باشیم، چیزی که ربی عکیوا میگه مثل بن میمونه، من ما صداقا میدیم به شرطی هستش که بن حساب میشیم، و کی به ما میگه ما بانیم هستیم؟ بین کخ و بین کخ یعنی چه تو گالو، چه تو گالو باشیم، چه تو گالو نباشیم، چه بد رفتاری بکنیم، چه کارامون درست نباشه، چه وظیفمون رو انجام ندیم، راتون هشما انجام ندیم هم حساب میشیم بانیم. ربی میر اینو میگه و هلاخا مثل ربی میر، همونطوری که تو رشبا سیمان کوف صدیق دالت تسکین میکنه، رشبا میگه تا حتی این که همیشه هلاخا مثل ربی یهوداست، مخوکی ربی داره میگه، ولی اینجا چون که گمارا چهار تا پاسود میاره بسیه ربی میر و پروف میاره و دلیلای دیگه هم میاره اونجا رشبا تو تشوباش گفتیم سیمان 194 که میگه اینجا هلاخا مثل ربی میره که فرقی نمیکنه ما از نظر میتوت در چه درجه ای باشیم،
هنوز حساب میشیم بانیم لهشم و در نتیجه میتسوا میکنیم و که صداقا میدیم. این رابطه بین بانیم اتمه و شملو کخه و میتسوای صداقا که گفتیم که انجام میشه. و جالبه توی این پاسوک میگه ربی بانیم پشیسقا، میگه نوشته بانیم اتم. اتم توی تورا که ما میدونیم نقطه نمیذاره، آلف و تاف و مم نوشته. شاید اینو بخونیمش اتام، میشه خودش اتام درست. و جای دیگه ما داریم دراشا که دراشای معروفیه راجع تو گمارای روششانا دف خافه، اونجا گمارا می نویسه اینطوری مرای و ربوتگ راجع به تعیین کردن اول ما، که اونجا نوشته ال معده هشم اشر تیکرو اوتام به معدام. درسته؟ بعد گمارا اونجا میگه اوتام و توی تورا بدون و بدون خلام نوشته، یعنی نوشته الف تاف من، اینا هستن معدیم هشم که اونها رو شماها بنامید، شماها تعیینش بکنید. و گمارا میگه اینو بخون اتیکرا اوتام اشتیکرو اوتام به معدام الا اتم اتم افیلو شوگگین اتم افیلو مزیدین اتم افیلو متین. یعنی تا حتی اگر اشتباه بکنید، اگر عمدن اشتباه بکنید، هر جوری که باشه شما تعیین کردین روش خودش، این روز میشه روش خودش تا حتی که اشتباه کردین. درست؟ این دراشای گماراست که داستان ربان گملیل اونجا میاره که با ربی آزار بن ازریا ربان گملیل به یه روزی تعیین میکنه روش خودش، در حالی که ربی آزار بن ازریا میگفته این میگفته اشتباست. ربی یهوشا، من گفتم ربی یهوشا، میگه نه اشتباس، میگه اشتباه میکنی، این روز روش خودش نیست، من دیدم ماه اینجا بود اونجا بود اشتباه کردی. و اونجا ربی یکیوا به ربی یهوشا میگه حرفشو گوش بکن، ربان گملیئل تعیین کرده، اون ناسیه و اون گفته این روش روش خودشه، روش خودشه. و تا حتی اگر به دینم اشتباه کرده باشه، تورا داره میگه روش خوده مطابق شما ها من میرم، و شما میگید این روز روش خودشه، پس الان این روز روش خودشه، پس یوم کیپورم میفته دهم از اون روز. و به خاطر این بهش میگه و میگم به ربی هوشا میگه برو اون روز، روزی که فکر میکنی یوم کیپور توه، برو واسه من حمل بکن با همه چیز تو اینا، بیا پری من هم ایسور تخومین رو رد بکن، یعنی که هم خارج از محدوده بشو و هم حمل بکن و هم چیزا اینا، یعنی که بهش میگه یوم کیپوری که تو فکر میکنی یوم کیپور تو هستش رو خیلول بکن، این یوم کیپور تو یوم کیپور نیست، یوم کیپوری که من گفتم این هستش که بدین تعیین کرده. و هلاخا میگه همین حق با ربان گملیله اتم. می حالا این موضوع رو میگه ربی منو به پشیز خب بیا ربطش بده به بانیم اتم نشه ملوکخم، میشه چیزی که ربی ایر میگه بانیم اتم افیلو شوگگین افیلو مزیدین افیلو متین، میگه شما بانیم هستین. و میگه بیشتر اونجا نوشته اوتام اشتیک رو اوتام به معدام، میگه اوتام و میخونیمش اتم اتم افیلو مزیدیم افیلو شوگگین افیلو توین، میگه ولی اینجا نوشته اتم، اینجا واقعا نوشته اتم بانیم اتم نشه ملوک خیم، پس اتم بانیم هستین شما تا حتی اگر به شوگگ گناهی میکنید ندونسته، اگر به مزید گناهی میکنید هنوز بهت میگن بن، اگر موتی اگر اشتباه میکنی بهت میگن بن. این گفته ربی بونیم نپشیسخا هستش زخوتا میگن علینو. پس به خاطر همینه که ما میسوای صداقا داریم و میسوای صداقا گفتیم که زخوت ربی میر هستش، به خاطر همینه که میگیم الهاد میر و انینی و صداقا میدیم بسی صداقای ربی میر بلهنس و اسم اونو میگیم که این موضوع رو بالا بیاریم، این موضوع رو جلو چشم هشم بیاریم که هشم ربی میر میگه بانی متن، پس ما بن هستیم، اگه ما بن هستیم پس ما میسوای صداقا داریم، پس داریم میسوای صداقا رو درست انجام میدیم و میخوایم از زخوت ربی میر مخصوصا استفاده بکنیم در همه این موردا. و بذار هشم با یه داستان کوتاه خاتمه میدم، داستان راجع به موضوع صداقا و گیمیلوت خسادیم. بای دی وی میدونید که این دوتا فرق میکنن، تو گمارا میگه گیمیلوت خسادیم بالاتر از صداقاست، گیمیلوت خسادیم چه با مرده است چه با زنده، صداقا فقط با آدمایی هستش که زنده هستن، با پول میدی به کسی که زنده است زندگیشو به چرخونه، ولی گیمیلوت خسادیم شما کسی که فوت کرده
زمین نداره، پول زمینشو ندارن، پول سنگشو ندارن یا هر چیزی، کمک مالی میخوان، شما داریم گیمیروت خسادی میکنیم با مرده، داریم میگن گیمیروت خسادی. و همینطور گمارا میگه گیمیروت خسادی بالاتر از صدقه. چرا؟ چون که گیمیروت خسادی با گوفو هستش و یا با پول میشه و یا با گوف، هر دوتاش، ولی صدقه فقط پوله، فقط با پول هستش. یه موضوع دیگه هم گمارا میگه، سه تا موضوع میگه، صدقه فقط با انیمه، با آدمایی که فقیر هستن، ولی گیمیروت خسادین میتونی انجام بدی، چه با انیم، چه با عشیرین، چه با ثروتمند، چه با فقیر. چون یه ثروتمندی هم هست که گفتیم مسافرت میکنه، میاد یه شهری یه جایی و غریب است و جای خواب میخواد، غذای کاشر میخواد، بعد غذا بخوره، رستورانای کاشر اونجا نیست، شما عشیره، عشیر باشه، باید گیمیروت خسادین میکنی و یعنی همه احتیاجش دارن. یا اینکه حلوا میخواد، چیزی که ما رفت داریم، چیزی داستانی که میخوام بهتون بگم که یه نفر پول داره ولی انقدر پول نداره که بخواد اینوست بکنه، میخواد یه مغازه باز بکنه، به میگن گیمیروت خسادی. شما بهش پول قرض میدی که بره مغازه باز بکنه، بهش میگن گیمیروت خسادی، که گفتیم بالاتر هم هستش از صدقا. داستان معروف سمقصدق، سمقصدق میشده سوم ربی خباد که پدر بزرگش بلحتنیا بزرگش میکنه. بعد از فوتش بلحتنیا و بیش نوزامن از لیادی میومده دیدنش، یعنی بعد از فوتش بهش ظاهر میشده و باهاش حرف میزده و بهش کمک میکرده، راهنمایی میکرده. و مدتی میگذره و میبینه پدر بزرگش نیومد، تفیلا میخونه، هر کاری بگید میکنه و تفیلا جواب داده نمیشه. تا اینکه یه روز یه صبح داشته میرفته تفیلا بخونه و کنیسا شخرید تعلیت و تفیلی نیست دستش، توی راه بوده و اون روزی بوده که روز یرید، روز بازار بوده، روز شوک که همه از همه جاها جمع میشن و کالاهاشون رو میارن، مرچندایزشون رو میارن و میان مردم از اینا میخرن، بعدا میفروشن. اینا روز بیزنس، این جاش بگیم فیلی مارکت شو، شو هستش اینا، هر چند وقتی بار مثلا شو میذارن، هر شیش ماه یه بار اینا، همین این موضوع قدیمیه، همیشه بوده شو این برامان. و یه نهودی میاد به رسم مقصدک میگه که در راهی که نیسا بوده، بهش میگه ربی من کمک میخوام، میتونی من پول قرض بدی؟ چقدر؟ 2000 روبل. میتونی من قرض بدی؟ من جا میخوام جنس بخرم، پول ندارم اینا، بس که فروختم اینا پولشو بدی میدم. نه، بهش میگه ربی یهودی، میگه بدون که ربی مردن حقی، خیلی خوشحال میشم پولو بد بدم، ولی بذار برم بنا تفیلا بخونم کنیسا، برم کنیسا، برم بلکه برگشتم خونه میام بهت پولو میدم. نه، میگه اوکی، میره میره موقعی داشته میرفته به کنیسا، توی کنیسا میاد یه پیش خودش فکر میکنه، میگه من چه اشتباهی کردم، الان این پولو میخوادش نه بعدن، الان احتیاج به حلوا داره، بعدن که منش پولو بدم بعد از تفیلام و اینا، مخصوصا خسیدیم که تفیلا رو خیلی بنی کبانا میخونده هر کسی، مخصوصا یه ربی میگه بعد از یه دو ساعت شاید این دیگه از دست بده اون جنسایی که میخواد بخره، یه فروخته بشه بره، یه بچه اشتباه کردم، میذاره تعلیق تفیلیشون برمیگرده خونه، پولو برمیداره و میره توی میگرده دنبالش، این ور طرف رو پیدا بکنه بهش پولو بده، پیداش میکنه بهش پولو میده. بعد که داشتی میمده توی کنیسا، تا میاد توی کنیسا پدر بزرگش رو میبینه، بهش میگه بدون که میتوایی که تو کردی، به میتوای حلوا، میتوایی که انجام دادی، گادول انقدر بزرگ هستش در چشم هاشم که از همه میتوای دیگه بالاتر، میگه کمکی که کردی این باعث شدش که تمام شعارین باز بشم، نمیتونی میگه از همه میتوای دیگه بالاتره، ولی میگه این کمک میکنه که همه شعارین برات باز بشن، به خاطر همینه که زخه شد که اون مرتبه اومد باهاش صحبت بکنه و گیلوی از پدر بزرگش داشت. و این بطعین رو بگیم که بطعین سه جالبی میگه اینطوری، البته بطعین اینو از قول کیدوشت لوی میاره که باشه ربی نیست خبی بردی چار، میگه اخاد، ما میگیم هشم اخاد، اخاد تو کلمه اخاد ما میسفای صداقا رو میبینیم، میگه بطعین از قول ربی نیست خبی بردی چار، اخاد رو بخون، آخ دالت، اخ دالت، اخ یعنی تقسیم بش بکن، الف و خطش که میشه اخ، میشه برادر، دالتش هم تنهایی، دالت میشه دالت، دال دالت میشه همون حروف دل که یعنی میشه پور، فقیر،
یعنی برادر باش با کسی که فقیر هستش، که بر احساس نزدیکی باش بکن و هر کاری میتونی براش بکن که بهش کمک بکنی. آخ دلت، آخ باش به دل به کسی که فقیر هستش. درسته؟ یه داستان دیگه بهتون میگم، داستان کوتاهی هستش از مته افرایم. مته افرایم خیلی ثروتمند بود، این یه بانک داشت، یعنی پول قرض میداد، خیلی ربانی بودن، رب نوتام، همه میتونه میدونی که رب نوتام بانکدار بود، خیلی هم ثروتمند بود. میگن رب نوتام 40 مزوزا میذاشت به اتاقای خونش، یعنی که 40 اتاق داشت، مزوزا داشت و خیلی ثروتمند بود. و رب نوتام، و خلاصه برگردیم اینجا به موضوع، چیزی که هستش رب نو افرایم، رب نو مت افرایم که پولکی از پوسکیم هستش که بانک داشت، میگه مرتبه یه فقیری میاد ازش پول قرض بکنه و بهش میگه اوکی برو واسه من ضامن بیار. اینم میره 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 میچرخه این بر اون بر اینا، هیچ کس نمیخواد ضامن بشه چون میدونسه همه این فقیره، میدونن این پولو نمیتونه بده و میان سراغ عارف، میان سراغ ضامن. طرف برمیگرد و بهش میگه، به مته افرایم میگه من نتونستم ضامنی پیدا کنم که امضا بکنه که تعهد بگیره. میگه ولی پولو بده، میگه اون قسمتی که نوشته بوده امضای ضامنین، امضا می نویسه این پاسوکو لی هکسف بلی هزاهاب نعوم هشم سباکوت، پول ثروت مال من هستش، هشم میگه اونجا امضا میکنه و اینم میبینه، یعنی میفهمه که یعنی میخواد بگه تو ضامن میخوای، هشم ضامن من میشه، لی هکسف بلی هزاهاب نعوم هشم سباکوت، بهش پولو میده و طرف میره 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 تا اینکه یه مدت زمانی میگذره و ربنو افرایم به زنش میگه ببین ما وضع خرابه، احتیاج داریم پول که به یه نفر هست که بعد بهش پول به پاریس شهر، یکی از آدمای خیلی مهم اون منطقه پاریسی، ما که راجبشون گفتیم این مرتبه که اصلا بودن که همه کاری بودن و اینا، میگه باید بود از من پول قرض بگیرم، پول ندارم تو بانک، پول نیست. زنش بهش میگه چه پول نیست، من پول بهش دادم، از کجا پولو بهش دادی؟ از زنش پرسه، میگه یه نفر که پول بده کار بود اومد پولو داد. میگه بعد باهاش چک میکنه میبینه این بله دیروز وقتش رسیده بوده که این آنیه پولشو بده. و میپرسه میگه این کی بود؟ این آنیه اینا بودش؟ میگه نه، این نفر دیگه بود. میفهمه که این الیا حنابی بود و ناراحت میشه، میگه به زنش بدون تو الیا حنابی رو دیدی؟ میگه ولی من زخود نداشتم الیا حنابی رو ببینم. و پیش خودش فکر میکنه میگه چرا زخود نداشت الیا حنابی رو ببینه؟ میگه آدمی نبود از شهر، کسی نمیشتاختش، میگه این نفر پولدار رو ما بهش داد. نه پولدارا ما گفتی نمیخواستن ضامنش بشن و این مطمئن بود که این الیا حنابی بود که همونطوری که گفته بود یه کسی بدی عذاب. و پیش خودش فکر میکنه میگه چرا من خود نداشتم که این آنی رو ببینم، چرا زن من تونست ببینه ولی من نه؟ میگه به خاطر اینکه بهش سختی دادم، یه اشتباه کردم که همون اول بهش پول قرض ندادم و فرستادم بهش دنبال نخودسیا، برو این بر برو اون بر برو بگی از زامن بیاد، زامنش کسا خواست زامن نمیدونه کسی، این زامن کسی بشه که میدونم فقیر پول نداره و معلومه پول بتونه بده یا نتونه بده. میگه چون که من بهش سختی دادم نتونستم ببینم. میگه ولی زنش تونست الیا حنابی رو دید و براخوت یشوعوت و نخاموت و به ذات هشم ما زوخه بشیم به اینی که بتونیم شفار الیا حنابی رو بشنویم و اومدن ماشیخ سیدکنو به کارو بیامنو و خودش تو اون ببراخ خوش خودش شبات ببارخیم، شبات خوبی داشته باشیم و خودش خوبی داشته باشیم و خودش خوبی داشته باشیم و به زد داشتیم کمانا داشته باشیم به ماه تیشره هم موقعی که برکت می کنیم ماه الول رو که گفتیم بیت اهرون ربی اهرون میکردین ربین و اهرون هگادول بهش میگفتن ربین اهرون هگادول میکردین که به ما این موضوع رو یاد میده که براخای تیشره در الوله به سرات رو بود.